مناسبت ها. چهارم آگست برابر با 13 مرداد، روز رابطه کارمندان و رؤسا. قابل توجه کارمندان و رؤسای عزیز. خب چون از نظر آماری تعداد کارمندان همیشه بیشتر از رؤساست و با کمی پارتی بازی از کارمندان شروع میکنیم. خب وقتی شما در گروه کارمندان قرار میگیرید، یک سری وظایف و قوانین مشخص براتون تعیین میشه. حالا ممکنه از این قوانین خوشتون بیاد یا اینکه خوشتون نیاد، که البته وقتی کارمند هستید این موضوع خیلی اهمیت نداره. چیزی که مهمه اینه که همه کارمندان عزیز و محترم اطلاعاتی درباره وجدان کاری داشته باشن. یعنی اینکه یه کارمند سعی کنه کمتر از زیر کار در بره، نسبت به وظایفش احساس مسئولیت کنه، از تأخیر برای ورود و عجله برای خروج خودداری کنه، کمی با ارباب رجوع محترم مهربانتر باشه، از تکنیک های شیرینی پزی به جای انجام کار مفید استفاده نکنه. اگر قصد بالا رفتن از پله های ترقی رو داره، از تکنیک زیراب زدن و پا گذاشتن روی شونه های همکارای محترم استفاده نکنه و خیلی کارای سخت دیگه. و اما رؤسای محترم چگونه میتونن کمکی به این رابطه متقابل بکنن؟ پس از تحقیقات فراوان متوجه شدیم که کارمندان محترم هم خواسته های مشروعی از رؤسا دارن، که البته رؤسا از اون جایی که رئیس هستن میتونن به این موضوع اهمیت بدن یا اینکه ندن. حالا اگه رئیسی بود که براش درخواست کارمندا هم اهمیت داشت، بهتره بدونه که هیچ کارمندی با هیچ طرز فکری از استثمار شدن خوشش نمیاد. کارمندان مستحق احترام و شایسته دریافت حق و حقوق خیش هستند. و اینکه محیط کار دوست داشتنی، سالم و با آرامش به روند رو به رشد کار کمک زیادی میکنه. پس اگر در این باره کاری از دستشون برمیاد، کوتاهی نکنن. به قول دوست عزیز، روزی که کارمندان و رؤسا به حقوق هم احترام بذارن، روز زیبایی برای هر دو گروه خواهد بود.